نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 23 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در این نشست با اشاره به آیه 19 سوره آل امران همانا دین پسندیده نزد خدا اسلام است فرمودند دین به معنی و منزله راه است اگر خیابانی را فرض کنید که دارای کوچه هایی است خیابان را می توان تشبیه به قرآن و کوچه ها را تشبیه به مذهب نمود حال چون برخی از افراد در این خیابان اسلام کوچه زدند اسم آنها مذاهب شده است معظم الله در ادامه فرمودند در حقیقت اسلام یکی است و همه مذاهب باطل هستند و اینکه به شیعه هم مذهب امام جعفر صادق علیه السلام میگویند از این باب است که به سایر موارد هم مذهب گفته شده است و تمامی آنها از ابو حنیفه تا احمد ابن حنبل تا محمد ابن ادریس شافعی تا مالک شاگرد مستقیم یا با واسطه امام صادق علیه السلام بودند از این باب گفته می شود مذهب جعفری لذا این مسئله اعتباری است و نواقعی ایشان با تاکید بر اینکه حکم خدا یکی است و این گونه نیست که برای موضوعی خدای متعال دو حکم متفاوت بدهد فرمودند اینکه فقهای های شیعه برداشت های مختلفی در رابطه با برخی از مسائل فقهی دارند در جای خود به این مسئله اشاره شده و علما به نحو تفسیری به دام پاسخ دادن لذا اگر دو فقیه مانند شیخ مفید یا شیخ توسی در یک مسئله به دو گونه متفاوت فتوا می دهند این به معنا نیست که حکم خدا هم دو گونه است چرا که ما دو نوع حکم خدا نداریم آیت الله لزمان شیرازی در ادامه فرمودند از آنجا که حکم خدا یکی است بنابراین تعبیر شده که فتوای فقیه منجز معذر است و آن فقیهی که متقی است و سالیان فراوانی در این مسیر زحمت کشیده و در مسئله فتوا داده که حکم آن واجب است اگر در واقع هم واجب است این منجز است یعنی رسیدن فقیه به این نظر معید آن وجوب و واقعی بوده و قطعی حتمی و مسلم بودن آن را برای آن فقیه و مقلدان او روشن می کند. اما اگر نظر آن فقیه در واقع وجوب نیست با توجه به آنکه فقیه قبل اهل خبره و متقی و با ممارست و زحمت به این جایگاه دست یافته اما این حکم سبب معذر بودن یعنی پذیرش عذر او و مقلدانش نزد خدای متعال تا روز قیامت می شود با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم حلال محمد حلال الى يوم القیامة. صلی الله علیه واله و حرامه حرام الى يوم القيامه هیچ چیز از احکام اسلام از زمان پیغمبر صلی الله علیه وله تا روز قیامت تغییر پیدا نمیکنه مگه موضوع حکم عوض بشه بچه بالغ نبوده تکلیف حالا بالغ شده موضوع عوض شده یا این شی نجس یا متنجس بوده استحاله شده موضوع عوض شده تا موضوع عوض نشه هیچ حکمی به خاطر شرایط دیروز و امروز و اینا عوض نمیشه الا یوم القیامه هست و این شک و شبهی درش نیست لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس یکصد بیست بیننده نشست علمی باشید